صحبت زیادی راجع به معموران حوش مثل یا همون ایجنت ای ها زده شده هم داخل ایران هم خارج از کشور و از این نظر من خیلی خوشم که مخصوصا داخل خود ایران دارن حداقل از طریق تکنولوژی واقعا خودمون رو داره میرسونیم در استاندارد جهانی و خیلی داریم از این نظر نزدیک میشیم و این خیلی خوشحال کننده هستش مخصوصا برای کسایی که خب توی وضعیت تکنولوژی واقعا نقب افتاده بودن توی این کشور و الان خیلی افتادیم جلو و الان یک بستری الان اینجا شده که ما بتونیم واقعا بینالمللی توی هر بستری واقعا بتونیم کار بکنیم و خیلی خوب خودمون رو سرعت بدیم و شکل بدیم توی این نظر و بستری الان هستش که ما میتونیم ورود بکنیم به ای آی ایجنت ها که بتونیم کسبار توش را بندازیم و همینطور اگه استارتاپی داریم ایدهایی داریم بتونیم به اون عملی بکنیم مخصوصا اگه بعضی از کارها بتونیم خودکارسازی شده انجام بدیم دو تا پلتفرم هستش که میخوام بهتون معرفی بکنم که توش بتونیم ای آی های خودمون رو توش ایجاد بکنیم و شکلش بدیم یکی رو شما شو میشناسین خیلی الان راجبش صحبت شده یکی دیگه شو هیچ کس الان راجبش اصلا محتوایی نذاشته و من دوست دارم که تو اینجا فقط بستر معرفی باشه و توی این بستر معرفی بتونی یاد بگیم حداقل چجوری این پلتفرم ها رو راه اندازی بکنیم توی دو تا حالت مختلف چه اگه سیستم قوی داشته باشین چه اگه سیستم قوی نداشته باشین میخوایم به صورت روی کلاود یا روی بستر اینترنت روش عملیش بکنیم خب اول از همه بریم سراغ مانیتور و بریم این بسته رو راه اندازش بکنیم برای ابزار اول ما ابزار اول رو دیگه همه فکر کنم انقدر شنیدیم راجع باشی. ابزار این که وارد وبسایتش بشیم مهمترین بخش این ابزار اینه که ما میتونیم رایگان ازش استفاده بکنیم و بخش رایگانش اینه که بخش اوپن سورس هستش یعنی واقعا میتونیم وارد بخش گیت هاپ بشیم اوپن سورسش رو اینجا باز بکنیم و میتونیم ازش استفاده بکنیم حالا کاری که اینجا اتفاق میفته ما میتونیم به صورت فورک اگه با بخش دکمه فورک آشنا شده باشین این فورک کاری میکنه که کل این پروژه رو به صورت رایگان وارد پروفایل خود ما در ریپوزیتوری ما میکنه که انگار ما هم داریم ازش استفاده میکنیم داخلش یک جورایی کانتریبیوشن ما بتونیم با اون پروژه هم یک کاری انجام بدیم و زیر نظر پروفایل ما هم باشه حالا بعضی از جایی که میشه انجام داد این اینطوریه حالا یا ما میتونیم سورسش رو دانلود بکنیم از طریق اینجا یا بعضی ممکن این بخش نداشته باشن میتونید از بخش کد دانلود بزنید و فایلش مستقیم اینطوری دانلود بکنیم و رو وارد بخش ارد ریلیز کی بشیم بخش اسیتس ها بیشتر هم سورس کد زیپ رو میتونید راحت دانلود بکنیم بدون اینکه دیگه ای هیچ افسونه داشته باشیم که لازم نباشه از تار چیزی استفاده بکنیم خب جایی که حالا من ازش استفاده میکنم که من هم بیشتر موقع سیستم ها لوکال میارم بالا پروژه رو لوکال میارم بالا بیشتر اما اگه بخوام از ابزاری که خواهم استفاده کنم اگه از سیستم ها کار زیاد میکشه و از سیستم ها زیاد قوی نباشه موقع من میخواد چیکار بکنم یک جایی که از شما میتونیم راحت ازش استفاده بکنم فایر بیس خود گوگل که قبلا تو آموزش قبلی هم من بهش اشاره کردم و چقدر توی هوش مصنوعی جدیدی که الان ایجاد شده واقعا داره خوب عمل میکنه اما با بخش کد نویسیش و نکود رسن کاری ندارم خب جایی هستش که من میتونم پروژه خودم رو بهش اعمال بکنم و من میتونم پروژه خودم رو بیارمش بالا حالا منتظر میشم که فایر الان لود بشه خب الان میبینی داره لود میشه خب وقتی اومد بالا من از قبل اینجا انیتن رو خب وارد کردم اما برای اینکه شما بتونید واردش بکنین این بخش زده ایمپورت ریپو که البته اینجا لوگوی خود کتاب باز بزنه که البته چون الان لود نشده این شکلی نشون میده اما اینجا یه لوگوی گیت اینجا میزنه شما روی ایمپورت ریپو کلیک بکنید یه همچه صفحه باز میشه لینک پروژه کتاب رو اینجا میذاریدش و اتوماتیک اسمش هم اینجا انتخاب میشه و روی دکمه ایمپورت کلیک میکنید همین و بعد از اینکه اینپورت پورتو زدی اتوماتیک صفحه دقیقاً با شکل و شمایل خود براتون نمایش شده میشه دقیقا به همین شکل هستش اول به صورت تمام پکیجش اینجا لودینگ میشه و بعد از اینکه لود شد ما میتونیم پروژه رو رانش بکنیم خب بچه این فضای هستش که در فایر بیس هستش و اینطوری باز میشه و خوبیش هم اینه که چون آنلاین هستش فضای اختصاصی خود ما رو هم داره اینجا هر اپلیکیشنی که میخوایم رو اینجا تستش بکنیم خب اینجا بهمون به بهمون به میگه که با چه دستوری توی ترمینال بتونیم اون اجراش بکنیم تو بخش کویک استارت اینجا زده که با دستور mpx init end میتونیم اون اجراش بکنیم حالا دقیقا همین اگه شما دانلود بکنید با vs code اجراش بکنید دقیقا همینه یا اینکه شما میتونید برنامه داکر هم دانلود بکنید حالا اگه اطلاعاتی از داکر ندارید بعدا یه ویدیو راجبش بعدن میذارم اما تو اینجا به راحتی اول با دستورات ای داخل لوکال هستید با npm Install وقتی که نوت رو دانلود کردید شما میتونید اینو دانلود بکنید و با npm Install تمام دیپنتنسی ها و لایبری ها رو دانلود بکنید و بعد از اون با NPX Nathan ما میتونیم اینو اجراش بکنیم ولی چون اینجا همه چی آنلاین هستش و مال خود شرکت گوگل و فایر بیس و تمام دیپندنسی که تا حالا تو کل اینترنت منتشر شده رو داره ما میتونیم اینجا سریع بدونه که دیگه هیچ دستوری رو داشته باشیم سریع از اینجا اجراش بکنیم بعد از این پی اکس این اینترنت که زدیم دقیقه همینطور که دیدیم ما اینجا یه دونه وای زدم برای دستوری است که تایید بدیم که پروژه برای ما اجرا بکنه. خب جایی که الان دارید می‌بینید الان برای ما اجرا شد و الان لینک هم اینجا بهمون داد. لینک هم البته خب لوکال هاست اما لوکال هاست روی کامپیوتر ما نیستش چون مال ما نیستش این روی لوکال هاست خود شرکت گوگله برای همین رو ما روی این کلیک بکنیم و روی فالو لینک بزنی خودش نیو تب جدید باز میکنه با یک لینک جدید دیگه دقیقا اینجا یک همین لینکی که اینجا دارید حالا میبینیم که حالا این پروژه اینجا بود اجرا شده من از قبل خودم چند پروژه اینجا داشتم و شما میتونید اینطوری انیت انو روی خود سرورهای گوگل به رایگان بچا اجرا بکنید نیاز نیستش که حتما برین لایسنس خود نیت انو برید بخرید اصلا به اونا نیاز نیستش شما رایگان اینجا اجراش بکنید و اینجا و الان پلتفرم شماره دو رو الان میخوام این ای آی ایجنت مال خود شرکت گوگله و با خود این ایت این فرق چون این ایت یادتون باشه بچه ها نودهایی هستن بلاک هایی هستن که ما با همدیگه وصلشون میکنیم درست مثل انانور درس های که ما توی الکترونیک گذروندیم و سیمولیت های اونا هستش اما اینجا به این شکل اصلا نیستش اینجا کود نویسی های ای ایجنت خودش رو داره که همش بر اساس خود پایفانه و اونجوری که خودش داره اینجا نشون, داره، نشون میده اینجا بخش هستش که اجرا میشه و اینجا جایی هستش که خود چتبات جمینای اینجا وصل میشه و خود ای ای ایجنت رو تست میکنه بهش حتی میتونیم فایل بدیم و کاری بهش که اون کاری که ما میخوایم رو انجام بده کلا اصلا فضاش با ان ای ام فرق داره اصلا نودی یا به صورت بلاکی نیستش که به هم وصل بشه و کاملا بر اساس خود چت بات کار میکنه و حالا ما چجوری بتیم چت رو این داخل اینجا بسازیم ما این کد رو میگیریم و وارد خود فایر میشیم من دوره وارد خود فایر میشم جنود بشه و اینجا ببینید این پورت ریپورت رو که ببینیم اینجا زده من فکر میکردم که اینجا لوگوی خود گتاب رو بزنم اما اینجا جوری دیگه زده من روی ایمپورت کلیک میکنم اینجا میزنم ADK Python اسمش اینجا میافته من ایمپورت رو میزنم اینجا دکمه فلاتر اپ اصلا نزنید اینجا و من رازه میشم که این پکیچ ها آماده بشه خب پروژه الان اینجا اومد بالا و الان اگه ببینید ما الان هیچ پروژه الان آماده اینجا الان نیستش و تازه که الان اینو اردیمش بالا اینجا دقیقا این چیزی که هستش بچه ما اینجا ای آی ایجنت ای های خودمونو اصلا به صورت نودهای های خود این ایت این ما به هم دیگه وصلش نمی کن. اصلا ما این کار نمی کن. خب و پس چجوری ساخته میشه بر اساس خود برنامه نویسی پایفون و همونطور که تو آموزش قبلی هم اگه دیده باشین بچه ها ما اون که نیاز به برنامه‌نویسی و کد نویسی هم نداریم پس ما واسه از خود هوش مصنوعی کد رو انجام میدیم و راحت تر هستش برامون و بر اساس خود داکیومنت هایی که خود گوگل برای این بخش رو برامون ایجاد کرده ما اجراش میکنیم و این کمک میکنه که ما دیگه لازم نباشه مثل n ان ما نوت ها رو یک یک دیگه یکی یکی دیگه هم به هم وصل و این کارمون سخت باشه حالا درسته یک افسونای مختلفی الان هستش مثل حالا n چت که من خودم حتی خریدمشو خواستم ازش استفاده بکنم هم اکانت بخش پولیش رو اینجا گرفتم و همینطور ای پی آی ای برای خودم وصل کردم و گذاشتم اینجا اما تا اینجا که من فعلا ازش استفاده کردم بچه اصلا ارزش استفاده کردن نداره من واقعا کار دقیقا دارم میگم فقط پولمو هدر داد تا همینجاش شاید حالا به زودی داره از این آموزش استفاده میکنه که خودش بهتر بکنه اما فعلا در حال حاضر من هیچ استفاده نه از انیت چت اصلا نکردم نمیتونستم نمی... مثلا بکنم چون هیچ دردی هم واقعا نخورد و فقط مجبورم که واقعا از دانستای خودم توی انیت در حال حاضر استفاده بکنم و نودها رو به هم وصل چون انقدر نودها زیاد هستن واقعا الان نودها زیاد هستن سخته بدون از کدوم نودها و چجوری استفاده بکنیم و یه جوری اصلا برام راحت تره که خودم با برنامه نویسی اصلا یه ایجنت ایجاد بکنم و بیارم بالا یه چیزی همین الان ببینید برای اولین بار اینو میزنید اینجا لیست تمام جاهایی هستش که ما میخوایم استفاده بکنیم مثلا تو بخش تریگر منوالی جایی که هستش ورودی اول میخواد چی باشه تریگرش مثلا با موس یا اینکه من من روش کلیک کنم یه اتفاق بیفته اینجا کلا تریگرای هستش که ما ازش استفاده کنم مثلا من پیام بهش بدم که این اتفاق بیفته یا اینکه ورودی رو از یه جای دیگه بالاخره بگیره یک ورودی رو میگیره به عنوان که مثلا اون لوپ اتفاق بیفته مثلا حالا من چت مثلا اینجا میتونم بزنم فعلا در حوزه با بغش کاری ندارم بعد از اون من میتونم حالا به اضافه اینجا بزنم و بگم که در حال از وقتی من ورودی رو گرفت چه اتفاقی بیفته من مثلا میتونم توی بخش حالا ای آی توی حالا مثلا بخش ای آی ای و اینا به هم میشن اینجا جایی هستش که مثلا یه چت بات اینجا اتفاق میتونه بیفته من چت مدل مثلا اینجا میتونم انتخاب بکنم برای رایگان بودش مثلا میتونم از گروک یا خود جیمینای استفاده بکنم رو میشه از همون جمینای هم استفاده کرد میارمش اینجا یه دونه مموری سیمپل مموری مثلا میتونم اینجا بذارم طول میتونه اینجا فعلا خالی باشه یا اینکه میتونه از ابزارهای مثلا سگان از یازی دیتابیس دیگه استفاده بکنه من مثلا میتونم اینجا بهش حتی گوگل شیت یا حتی اکسل فایل اکسل اینا حتی بهش بدم و از این به عنوان دیتابیسش استفاده بکنه و همین این تا همین جاشم هم الان کافیه و الان کامله و میتونه الان شروع بکنه کار کردن یا اینکه میتونه از اینجا بعد از اینکه اطلاعات را سوال کرد و جواب گرفت میتونه بعد از اون چیکار بکنه و ما میتونیم هی و به هی همینطوری به اونگه واسش بکنیم دارم میگم کار سختی نیستش راحته اما خب اگه بخوایم یه پروژه خیلی بزرگتر واسه بکنیم واسه کردنش به ممکنه توی بزرگ بلند مدتش اصلا اذیت کننده باشه اما خب توی این بخش این کار به صورت اذیت کننده برای ما نیست و این میتونه کمک کننده باشه حالا توی بحث جمینای اینجایی ای ببینید خب ما الان میتونیم خود الان فایر بیس داخل خودش الان جمینای داخلی داره ما میتونیم حتی جمینای داخل خودش رو بهش وصل بکنیم یا اینکه حتی از وارد اکستنشن بشیم که اکستنشن مثل خود وی اس کد و ما میتونیم داخل اینجا مثلا مثل ای که توی ویدیو قبلی من بهش اشاره کرده بودم وارد بکنیم و دقیقا در اینجا این استال رو بزنم بعد از دیگه این استال بشه اینجا برای من نمایان میشه و آموزش می بهتون میدم که چجوری به صورت آنلاین هم حتی به صورت اینترنتی برنامه‌نویسی رو اینجا انجام بدیم و دسترسی داشته باشیم به اینکه پروژه‌مون رو به صورت آنلاین حتی لانچ بکنیم و دیگه واقعا بچه نیاز نیستش به یه سیستم قوی داشتن خب فضای اینجا رو هم بعدا توی ویدیو بعدی بهتون نشون میدم چون کمی وقتگیر هسته شما میتونید فعلا به این عکس فقط نگاه بکنید و آموزش رو ببینید که اصلا فضاش چجوریه دقیقا اینجا فقط یه دونه به صورت پریویو نمای شده میشه که یک ای آی چجوری داره کار میکنه و ما اینجا میتونم بهش دستور بدم که در اون ایجنت چه اتفاقی بیفته فضاش کاملا با ان فرق داره اما بازم در حال حاضر ان ای دقیقاً ان خاص خود خوب؟ خب بچه تا اینجا امیدوارم که تا اینجا ویدیو به درتون خورده باشه و این معرفی رو داشته باشین بچه ها حتما بهتون توصیه نمی که فقط از انیتن استفاده بکنید چون خیلی الان همه گیر شده و کارای زیادی سخت واردش بشین خیلی طول میکشه که کارای زیادی رو ازش یاد بگیرین و یه ذره فضاش وقتی توش که میرین در جزئیاتش خیلی کارو سخت سختتر میکنه آموزش حتما بعدا به زودی میذارم که هم بتونن ازش یاد بگیرن و حتی با کار بکنن اما پیشنهاد من در حال حاضر اینکه ورود به بستر جدیدی بکنی که مخصوصا خود گوگل معرفی کرد انتقه تجربه هر موقع تکنولوژی جدیدی رو معرفی کرده واقعا به درد خورده برای همین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما حتما از دقیقا از ایدیک پایپن مال خود گوگل استفاده بکنید ازش کار بکشید چون جدید هستش و حتما حتما میتونه خیلی خوب و بهتر کار بکنه امیدوارم که ویدیو به با خورده باشه و در ویدیو بعدی هم میبینم بتون مال خودتون باشین خدا